خب سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. ما برگشتیم با یک آموزش جدید، همونجوری که در تصویر مشاهده میکنید، حرکت توزانی، توزانی اراوند ورلد. حالا اینکه چرا اسمش توزانی هست، به خاطر اینکه اولین نفر کسی به اسم توزانی حرکت رو لند کرد. بریم که داشته باشیم. خب دوستان، میریم سراغ آموزش. مرحله اول زدن روپایی با تسلط بالا هست. نکته مهمی که باید رعایت بکنید ارتفاع یکسان و مستقیم زدن توپ به سمت بالا هست، اینکه توپمون کج کله نشه. و مرحله دوم حرکت اراوند ورلد یا حرکت یه دور هست که این رو هم باید با تسلط کامل بتونیم بزنیم، نه اینکه با زور زده بشه. حالا اسلو موشنش هم میبینیم، یک حرکت اراوند ورلد، موچ پامون یه مقدار سفت و یه مقدار کج و پامون رو دور توپ میچرخونیم. مرحله سوم حرکت کراس اوور هست. این حرکت هم خیلی ساده هست، فقط یک پای ضعیف رو از روی توپ رد میکنیم و با پای راست به اون حرکت ضربه میزنیم. حتی از نظر من آساده تر از حرکت اراوند ورلد. اینها بخشی از پیش نیازهای حرکت توزانی هست. شما باید اول این روی این حرکات تسلط پیدا کنید، بعد میریم سراغ تمرین حرکت توزانی. حرکت توزانی تقریبا ترکیبی از اراوند ورلد و چیزی مثل کراس اوور هست که در این تصویر میبینید. حالا دوستان عزیز، من آموزش روپایی، آموزش اراوند ورلد یا همون یه دور، یا آموزش و آموزش کراس اوور رو جداگانه در ویدیویی با جزئیات کامل توضیح دادم. شما میتونید در پلی لیست من، پلی لیست آموزش ها، اونو چک بکنید و ببینید. و یه مدل دیگه هم داریم، چون بعضی اراوند وردشون رو به داخل میزنن، کسایی که به اراوند داخل میزنن میتونن به این شکل این حرکت رو لم بکنم، منتها دیگه اسمش توزانی نیست. اگر به داخل بزنید اسمش میچی هست. اراوند ورلد نصف و نیمه پرش و پای مخالف رو رد میکنیم به صورت کراس اوور. خب به هر حال امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. میتونید خودتون رو با کمبوهای متنوع مثل همین کمبویی که من الان زدم، فراموش نکنید من رو سابسکرایب بکنید و این زنگوله که کنار سابسکرایب هست رو روشن بکنید تا هر وقت آموزشی جدید گذاشتم برای شما پیغامش بیاد. و تا فردا آموزش جدید، خدا نگهدار. Keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change.